نوروز جشن پیروزی نور بر ظلمات، احیای طبیعت افسونکار، رسم و آیین‌های سنتی که امروز با سعی و تلاش‌های تاجیکستان و دیگر دولت‌های حوزه نوروز مقام جهانی را سازوار گردیده است، در ناحیه دوستی در سطح بلند وطنداری احترام به تاریخ و تمدن ملت تاجیک صمیمانه تجلیل گردید. در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی به شرف استقبال ارزنده از جشن بین‌المللی نوروز جمع‌آمد تنتنوی دایر گردید. تاکید شد که نوروز دوست داشته‌ترین عید مردمی بوده، زیاده از 10 سال باز این ایدی بزرگ مردمی آریو تبارا نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام قلمرو دولت های حوزه نوروز و دیگر دولت های دنیا صمیمانه تجلیل می نمویند. در سیمای جمع آمدگان ساکنان ناحیه دوستی را نماینده حکومت جمهوری و رئیس ناحیه صمیمانه تبریک گفته برایشان تنی صحت و سعادت زندگی را آرزو نمودند. ابراز داشتند که امروز در اتحاد و همبستگی، همدلی زیر پرچم ننگ و ناموسی وطنداری باز هم زیچتر متحد شده تاجیکستان را به یک ملک آباد و پیشرفته تبدیل دهیم. برای خلق را به زندگی شایسته رسانیدن جهد و تلاش نماییم و جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاویزهای ارزنده مهنتی استقبال نماییم. آخر نوروز عالم افروز است، آفرینش، احیا، تازه‌کاری و بنیادکاری خاص این جشن تبرک اجدادی می باشد. کینه ها را از دل زدودن و دری دل کشادن فضیلت نیک نوروز است. نوروز به فهرست میراثی غیرمادی یونسکو داخل می شود. نوروز به مانند زبان طول تاریخ حفظ گردیده و تا به ما رسیده است و این جشن ملی واقعا مقدس را به آیندگان خواهیم رسانید. یک گروه خدمتچیان دولتی، فعالان، پیشقدمان استحصالات با افتخارنامه رئیس ناحیه دوستی سرفراز گردانیده شدند. دستگلی شعر و آهنگ و سرود و ترانه های دلنشین منظور همگان گردانیده شد. منوچهر جمعه خان، محمد شریف تیمور، ناحیه دوستی، جهان نما.